شب همتون بخیر همتانای عزیز، امید دارم که صحتمند باشین و با شمایی که در تالار هم حضور دارین سلام تقدیم میکنم با امید صحتمندیتان و کسایی که سراچار از آغاز تا آخر میبینن یک جهان از شما ممنون و قابل یادآوری هست که نظر انتقاد پیشنهاد شما هم پذیرفته میشه و میتونین که نظریاتتان هم با ما شریک بسازین. همیشه در سراچه ما مهماندار می باشیم و خوشبختانه که امشب هم یکی از شخصیتهایی را دعوت کردیم که چهره آشنا بر همتان است. پیش از اینکه معرفیش بکنم درباره پیشینش براتان من میگم که دیپلمات بوده قبلا، استاد دانشگاه هست و آگاه مسائل سیاسی و دوبار علیهش سوی قصد هم صورت گرفت که خدا را شکر سالم هست و صحتمند و ما تانستیم که امروز حتی در برنامه دعوتش بکنیم. یکی از کسایی است که به حراس صحبت میکنه و درد دل همیتانه بیان میکنه و از هیچ کس و هیچ چیز هم نمیترسه. شما شناختین دوباره کی گپ میزنم؟ امه قبرتان میگم از هرات هم است. شناختین؟ آقای سعیدی، احمد سعیدی را دعوت میکنم که لطفا در استودیو تشریف بیارن. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ نام خدای جمع جوش که میبینین؟ لطف کردم. خوشحال هستم که امشب شما را در برنامه داریم و سراچی ما خوش آمدین. سپاسگزارم. امید دارم برنامه خوبی داشته باشین. بفرمایین. ممنون. صحتتان خوب است انشاءالله آقای سعیدی؟ الحمدلله. روزگار بخیر میگذره؟ خوب نبود خونه می اومدم دیگه. خدا رو شکر، من پیشتر چقدر شکرگزاری کردم به اینکه شما نام خدا صحتمند هستین. ممنون، سپاسگزارم. سلامت باشین. مقدمتا اگر اجازه شما باشه، خانم حسنا گردنده موفق خوب شکر با پیشانی واس سلامت باشه خدمت شما و کسانی که در این محفل حضور به هم رساندن، مخصوصا خواهرها و برادرها و قشر جوانی که جوانان را خیلی دوست دارم و کسانی که ما را از پرده های تلویزیون میبینن و میشنون، فقط سلام و عرض ادب دارم. البته سلام خوشگل خولی دیگه. نه دیگه، گفته هایتان و کارهایتان همیشه تعقیب کردن از چی بهتر دیگه چی باشه؟ از این که لعابدار گپ دیگه چیز نمی باشه. خب برحال خوشحال هستم که امشب شما را در برنامه دارم و از اینجا آغاز میکنم که این خوشخلقی و طبیعت خوش را شما از کی به میراث بردین، مادر یا پدر؟ به خدا مادر، پدرم خب وقتی فوت شده بود که هنوز من قدم زدن یاد نداشتم. مادرم هم خوب بود، با رنج و درد ما تا آخر ساخت، اما من زیادتر خوشخلقی و محبت، زیادتر که گاهی خوشخلق باشم، زیادتر از خانم خدا مختم. با وجودی که خانم من است، گاهی میگم که هم معلم و راهنمای من هم هست گاه وقتی. عالی، بسیار خوب. و تا جایی که خبر شدیم ازدواج شما هم یک ازدواج بسیار جالب بوده، یکی از ازدواجایی که امروزه نیاز هست که بیشتر کسا بفهمند، لطفا قصه کنید به ما. به خدا در حدودی 33 سال پیش بعد یک مؤسسه به نام ساختمان اسپینغر بادنباخ کار میکردم، خانه من هم معلم بود اونجا کار میکرد. من میگفتم که چون من غریب هستم و خانه ندارم، روزگار ندارم، اگر به می دختر خواستگاری کنم شاید مرا نگیر. زیر چشم کده بودینش دیگه. نی بالا یگان دخترها رو جانش زدم، یعنی می رفتن و گپ می زدن. دخترها روان کرده بودم. بعدا خلاصه به این شد که باید خواستگاری کنم. وقتی که رفته بودیم به خواستگاری به خانهش، باز پدرش گفت بود که من سعیدی رو می شناسم، آدمی خوب است، تعلیم یافته است، دیگه است، اما خانه نداره. شب دختر خود خواسته بود، گفته بود که این سعیدی را میشناسم، آدم خوبی و تعلیم یافته، ولی متاسفانه خانه نداره و درد نمیخوره دیگه. باز می خانه می گفته بود که پدر شما وقتی که ورسیم کردین خانه نداشتین. باز پدرش گفته بود والا گپ فهمیدم خلاص. باز پدرش روزی شد نفر پی دلش هست. باز دیگه شد. ازدواج صورت گرفت. یعنی اینجا معلوم میشه که دل به دل آینه است. اونا هم حتما شما را شخصیت تان دوست داشتن. اما ما را کمک کردن بعد از عروسی و بعد از ازدواج، هم در سایه تعلیم و تربیه، هم در سایه اولادایی که ما دارم خیلی مدیون شدن. بالاخره رفیق زندگیتان شدن. بله بله.
و چیالی که بحث از همسرتان آغاز کردیم و از قهرمان زندگیتان، شما بیشتر اولادتان را دوست دارین یا خانمتان را؟ چون همیشه گفته میشه که یک کس که وقتی ازدواج میکنه میگن اولاد بیارین که زندگیتان تغییر کنه. باز پدر و مادر اولادای خود بیشتر دوست میداشته باشن. من هم دوست دارم ولی خانم خور بیشتر دوست دارم. دلایلی که میدارم، اگر همی خانم نمیبود من اولادار نمیداشتم. بله. اگر همی خانم نمیبود من اینا رو تربیه کرده نمیتونستم. اگر همی خانم نمیبود حالا ولاگه کسی به سراغ من میامد احمد سیدی را پرسانم میکرد. منان من نسبت به اولادا رو بیشتر دوست دارم، چون اولادها هم مدیون اوضو هستند. هیچ خانواده بی سر و صدا و بی کمک دعوا نمی باشه. شما بیشتر سر چی دعوایتان بلند میشه؟ والا سر گاه وقتی مثلا دیگه تو به سر نان و آو اینا دعوا نداریم. مثلا خانم همیشه میگه که وقتی بیرون میشه دریشی کن، نکتایی بزن. من میگم نمیتونم به قواره و به شکم کلان من دریشی کرده نمیتونم. بی باز دو بعضی وقتا میگه که لباس سی سر خود سی شانه کو بوتای تو برس هست. میگم دیروز برس کرد. ای خدا چی مردکه دیروز میگه برس کرده بودم. انا میگه فا یگان جنگال داره. یعنی ببینید چقدر متوجه میباشن. بله. چقدر میگه متوجه میباشن. چقدر خوب متوجه شو. گاه وقتی هم که در صحبت ها یا تلویزیون رسانه ای که میریم مرا میگه که با جرأت تر صحبت کن. میگه باوزن تو این قیقه به زراخر مرا کشتن خدا دی دوست. دو دفعه زخمی شدم. میگه نه پروردگار نگام کنه، تشویش نکن. مردم با تو هست. خدا را شکر که خدای پاک داریم و دعای مردم هم. سلام. از ایچی بهتر که آدم تنها از یک قشر یک طبقه و فامیل خود امرای خود نداشته باشه، بلکه مردم امرای آدم باشه، دعای از اونا خود طبیعتا سازگار است. خب زندگی طفولیتتان چی رقم تیر شده؟ مثل ما واره پر دغدغه؟ یاری قدر زندگی خرابه که پشتش نکرد. ما در حدود 62 سال یا 63 سال وقتا تاریخ نوشته نمیکردن. من در رسولی تیوره ولایت قور تولد شدم. بعد از 7 سالگی به مکتب رفتیم. ای بکسی دستی و ایتسا ما نداشتیم. مادرهای ما یک چیزی تبراغ میگفتن. از ملته جور کرده بودن، یک بند داشت به شانه خود مینداختیم، نان خوش کردم به اینش مینداختیم. همین نان خوش کتابای ما رو تو چملوک کرده بود، ریزای نان کتاب چملوک. گاه وقتی که چبلکای داشتیم، بخو میفهمی چبلکای ما چی بود از من. همین دولایی که حالا میندازن به چاه او میکشن از پلاستیک، از اینا چبلک داشتیم. چرم؟ نه چرم نه، از اون پلاستیک سیاه. چی میگن اون؟ رابر. رابر از اون رابر که حال سطلی چا میکشن از اون بود. گاه وقتی اونا را به بغل خود میکردیم که پاره نشه، پایلوج میامدیم. من هم تا روزگاری داشتیم ولی خواندیم تا صنف 6 به منطقه خواندیم. باز بعد از اون به هرات آمدیم، بعد از اون به کابل آمدیم، باز بعد از اون روزگار بود به خارج رفتیم. البته تا همین سطح که رسیدیم. به نظر شما بیشتر تجربه کاری سر شخصیت یک انسان تاثیر میگذاره یا تحصیل؟ کدامش؟ تحصیل هم تأثیر خود داره، اما عمل بهتر است. عمل بهتر است که آدم هم بیاموزه، هم تجربه داشته باشه، هم جرأتی به گفتن داشته باشه. و حرف دیگه است که به عقیده انسان باید به این عقیده باشه که من میتونم، من کامیاب بشم، من پیروز بشم. اگر ایتو کرد که من نمیتونم، خودم دانه نشه، باز حتما نمیتونم. یعنی اعتماد به نفس خیلی مهم است. من همیشه هر کاری شده گفتم من میتونم، من همی کار کرده میتونم، همون تو شده. خدا را شکر. یعنی یک گپ مثبت دیگه هم. شما استاد دانشگاه هم هستین، کدام رشته را تدریس میکنین؟ علوم سیاسی درس میتونم. فقط مبانی علم سیاست، سازمان های بین المللی، روابط بین المللی، همه چیزا رو درس میتونم. بسیار خوب. علوم سیاسی درس میتونم. بله. گاه شاگردایتان در نقل گیر کردین، چون مضامین رو درس میتونین که من خودم هم خواندیم، بسیار ثقیل هستن. من یک عقیده دارم. به هر دانشگاهی که درس دادم شاگردایم کمتر ناکام شده. دلیل می چی است؟ من میگم اگر محصل، البته محصل ناکام میشه، معلم ناکام است. به خاطر اینکه معلم باید طوری درس بده که محصل ناکام نشه. و یک دوم، همیشه باید یک رویه همکاری و همگرایی وجود داشته باشه. من بله یگان کس به نقل گیر کردم، اما وقتی که دیدم که کسی که
غرور نداشته، از یک فامیل بی بزاعتی بوده، ناتوان بوده، به مراد کردم. یگانه که حقی بوده، بابایش به این وزیر بوده و توی کاکگه خودم می ساخته، باز نقلش رسمی کردم، قبرش کندم. امون دقیقه دیگه با قلم سرخ نشته کردین من نقل. دیدم که زورمند است. باز نقل و نقل دهنده هر دیشان میگن ناکام مطلق. نه خود من نقل کردم. به دوره محصلی خود من نقل کردم. من پرسن میکردم. من نقل کردم. مثلا یک وقتی ما به صنفی نو بودیم. ممی دری و ادبیات و سیاسی میفهمیدم، به ریاضی بسیار تنبل بودم. یک کسی هم صنفی ما بود پیش روی ما بود، حال استاد پانتون است، دکتر انور قوری، از این پشت سر صدا کردم که امی قضیه را به من انتقال بدی. نداد. گفتم باز روس تو میای لغت های دیری ولگ برد بگیم. لغت های دیری. گاهی وعده خلافی کردین؟ بسیار. گیرم آمدین؟ والله ها. یک دفعه من بگیر تلویزیون طولو مدم. یک دفعه من خبر دارم. بگیر تلویزیون طولو. من خیلی کار داشتم. یکی از کارمندای تلویزیون طولو خوانم. نامش نمیگیرم. به من تلفن کرد که ساعتی 4 بجه در جهانما یک بس داریم. من گفتم والا من نیستم، به هرات هستم. به هرات هستم. من وزیر کارخان بودم. همو آدم تصادف مرا دیدی بود. 10 دقیقه پیش تلفن کرد که پیشتر خواهی 10 دقیقه وزیر کارخان بودی. مثل بم اتم باری پرواز کردی. شما چطور سیاست را پیشه کردین؟ اول خواهیم سیاست حال به گوشت و پوست و خونی مردم افغانستان اجین شده، یعنی داخل شده. من به عقیده هستم که سیاست، از سیاست آدم میتونه به قدرت برسه، از سیاست میتونه خدمتگاری. بله. اگر آدم نجار است، اگر آدم گلکار است، اگر آدم یک دکتر است، یک مسلک است. ولی فهم سیاست همه مسلک است. یعنی سیاست مدار مدبر میتونه که صنعت، تجارت، تعلیم و تربیه، اقتصاد همه را درست راهنمایی کنه. یعنی من به عقیده هستم که یک دکتر که متخصص نباشه خراب باشه، یک مریضی میکشه. بله. یک نجار یک کلکین خراب میکنه. اما سیاستمدار خراب کشوری را خراب میکنه، جهان را خراب میکنه. بعد اگه سیاستمدار خوب بود کشور خوب میکنه، اگه خراب بود، یعنی دکتر فهمیدین یک نفر سیاستمدار ملت را میکشه. بله. ملت را. بحث ما ادامه داره، روی این مسائل صحبت میکنیم، بحث داغ شده روان هست، ولی بعد از یک وقفه کوتاه همراهی شما را خواهان هستیم، با ما همراه باشیم. ممنون از همراهیتان که تا این دم سراچر همراه بودین. عزیزا شب و روزتان بازم بخیر باشه و ادامه داره برنامه، و بازم آقای احمد سعیدی را در برنامه مهمان داریم. حتی به بعد دیگه میزبان شوین آقای سعیدی، از مهمانی بگذاریم. اولا خانه خود خصاص میکنم و شرط تا آخر مرا بگذاریم اینجا. چرا نه هزار دفعه افتخار ما خواهد بود. 3 سال پیش از امروز شما مورد سوی قصد صورت گرفتین که خدا را شکر شما صحتمند هستین و سالم هستین، و شما گفته بودین که این سوی قصد نه از طرف داعش است و نه از طرف طالب، نه از طرف کسی دیگه، از طرف ستون پنجم هست. تعریف شما از این ستون پنجم چی هست؟ ستون پنجم یک وقتی جنرال فرانکو در اسپانیا میخواست قدرت بگیره، وقتی که لشکرش آمد به نزدیک مرکز شهر شد، مثل که حال طالبان ما رو محاصره کرده. بله. به نزدیک شهر شد، در اصطلاح ایرانی ها ما و شما در افغانستان میگیم فرقه یک و فرقه دو، یا لوا یک و لوا دو. در اصطلاح ایرانی ها همین فرقه یا لوا را ستون میگن، ستون یک و ستون دو. خبرنگار آمد پیش جنرال فرانکو، گفت که چطور از جنگ تو؟ گفت که انشاءالله 2 ساعت 3 ساعت بعد میگیرم، کل قدرت میگیرم. گفت چی قوت داری؟ گفت من 5 ستون دارم، یعنی 5 لوا دارم، 5 لوا. گفت تک بگوی بیمین شانتی. رفت گفت یعنی 1 لوا 2 لوا 3 لوا 4 لوا. گفت لوای پنجم کجایه؟ گفت لوای پنجم به درون نظام شما، مثل که حالا به درون حکومت افغانستانه. طرفدارای من با لباس دفاع از حکومت، با کارتی
معافیت عام در بین نظام هستند. مجردی که لشکر به شهر نزدیک شد، از همو داخل ارگ یا از همو داخل نظام لوای پنجم دولت سقوط میته. از همو تاریخ به بعد که تقریبا 70-80 سال میشه، همه اصطلاح را به نام ستون پنجم میگن. یعنی ستون پنجم به کسانی گفته میشه که در لباس دولت به نام طرفدار دولت ولی به نفع دشمن در بین نظام هستند، که در بین نظام ما البته ازش خاص بسیار است. بله. ازش خاص بسیار است. اینا را ستون پنجم میگن. من وقتی که زخمی شدم همه اصطلاح ستون پنجم استعمال کردم، یعنی مرا هم دشمنای مردم افغانستان از داخل نظام زدن، نه طالب القاعده. یعنی دقیقا بیادتان است چی اتفاقی افتیده بود هم روزی که حادثه سرطان صورت گرفت؟ من در دانشگاه درس داشتم، یک موتر کرولا می آمدم و وقتی که به چاره حاجی یعقوب رسیدم، خانم همراه دختر می رفته بودن پیش دکتر دندان. معمولا هم دخترها یکان وقتی دندانشو کم و زیاد میشه باز آهن پیج میتن، دختر من پیج داده بودم میره خانم ها خفه نشن. من وقتی به پایین رسیدم، برادری که همراه می بود تلفون زنگ زدم، خانم من نگرفت. گفتم تو به می منزل سه بالا شو پیش یک دکتر دندان که خانم میه. مجردی که می همکار من بالا شد، من رادیو آزادی رو میشنیدم، در واقع موتر پیش کردم. یک دو جوان آمد، هر دوش نیکتایی داشت، به یک موترسیکل سوار بودن. من دروازه موتر محکم کرده بودم، فقط همین دروازه کش کرد. مجرد کش کرد، من دیدم که سلا داره. من دیدم که دروازه که من محکم کردم، دید که دروازه محکم از روی آینه شیشه موتر فیر کرد، فقط دو مربی خورد به سر من. بعدا من بیهوش شدم، دیگه ایش خبر ندارم. باز بعدا اینا خبر شدن و باز مرا بردن شفاخانه. به راه یک دفعه به هوش شدم. دختر موال الحمدلله به تحصیل است، دختر خوردیم است. او به راه یک کمک گیریم کردم، جای نماز بین موتر بود، به خون زیاد می آمد، موتر پر شده بود. به من میقدر می گفت که بابا شفاخانه نزدیک است، نبار. بابا چند دقیقه دیگه هم نبار، بابا چند دقیقه دیگه هم نبار، چند دقیقه دیگه هم نبار، شفاخانه نزدیک است. من شفاخانه رفتم. باز دولت آمدن، باز بعدن باز رئیس جمهور آمد که باز گپ بزنم. اول خدا رو شکر که سایه شما بالای فرزندایتان، بالای همسرتان و بالای خانواده هست، و دومی که شما چون از درد ملت میگین، آدم نترس هستین، از هیچ کس حراس ندارین. خدا رو شکر که شما را سالم داریم و صحتمند. امی بر ما بسیار مهم است. تقریبا چند پیش شما بعد از یک مصاحبه که با طلوع نیوز داشتین دستگیر شده بودین و توسط امنیت. دقیقاً در اونجا چی گذشت؟ چون پروپاگاندهایی که از طریق رسانه ها ما شنیدیم و گفته هایی که نمیفهمم از زبان شما بود یا نبود، نوشته هایی را که خواندیم، حالا میخواییم که واضح از زبان خودتان بشنویم. اشخاصی خوردتری مرا برده بودن و ظاهراً ای تو میگفتن که شما رو دشمن تهدید میکنه، شما بس نزد میباشید. ولی بعد از اینکه من ظاهراً احساس کردم که آقای استانکزی خبر شد، به یک نحوی عذرخواهی کرد. بله. و بعداً من آمدم در خانه خود. باز او وقت همی آقای مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور بود. باز این پیامی داده بود از طریق نوشته که رئیس جمهور میخواه با شما ببینه. من گفتم من نمیبینم. باز دیگه ندیدیم الحمدلله تعالی. یعنی هیچ معلوم نشد در این ریاست امنیت چی گذشت؟ شما رو چرا به کدام دلیل برده بودن؟ این کاری اول نیست. از این کارا بسیار شده. یعنی جالب است، شما از جمله اشخاص افراد هستین که با این موضوعات زیاد سردچار شدین، زیاد سرخوردین از رفتن به یک سروده ای را به جواب شما میگم. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشند، دلی من به شش سوزد همه سنگ میفروشند. امو وقت همه با وزیده بودین از صحبت کردن روی این مسائل و حال هم امیر. بله، سلام. بله، میبینین؟ بله. بسیار خوب. عضو جرگه مشورتی سال هم بودن که تقریبا 4-5 ماه میگذرم یا کمتر و بیشتر از او. نتیجه کارتان، دستاوردتان که در این سه روز که صورت گرفت، چی نتیجه مثبتی داشت که ما امروز شاهدش هستیم بعد از چند ماه؟ آقای داوودزی از من تقاضا کرد و یک دو کس دیگه هم که شما به جرگه اشتراک کنین. من گفتم من که به جرگه اشتراک کنم حرف خودم میگویم. بله. من کجا رفتم به او جرگه؟ ما اونجا در مجموع 42-43 کمیته بود. به هم نماینده یک کمیته بودم، هر کمیته 60-70 نفر بود. من اونجا چند گپ گفتم. در کمیته ها می آمدن دستور می دادن، حکومت هم مداخله داشت در اون جرگه. مثلا حکومت یک 10-20 نفر آورده بود به بین شانده بود از ارگان های امنیتی.
هر کس که میخواست که جرگه اعتراض کنه وظیفه از اینایی بود که چک چک میکردن. اینا چک چکی بودن. وقتی که نوبتی میشد من گپ زدم میتو گپ زدم که شما میگون به طالب اشتی کنین، اول می دولت نظام بین خود اشتی کنه، دوم به ملت اشتی کنه. راجع به دموکراسی من گپ زدم که میگن حقوق زن، حقوق زن. ما که به هر محفلی اومدیم می خانم لوراقنی، خانم رئیس جمهور دیدم که هم از ما کده پیرتر است، کسی تونه سیل کنه یا نکنه. به هیچ وزیری ندیدم که زن خدا آورده باشه، کل زناشون به خارج است، دختراشون. حتی این وزیرای دولت اگر بگو نام زد تو چیر است دندان تو رو میپرونن. یعنی ظاهرا دموکراسی. همین گپا خور من زدم، همین گپا خور زدم. ولی دا اونجا ما گفتیم که دولت، ما گفتیم در جرگه که دولت به خاطر نشان دادن حسن نیت یک 60-70 نفر از مبوسین طالبا رها کنه. ولی متاسفانه به روزا شنیدیم که رئیس جمهور 900 تا ریال کرده، میگه لوی جرگه می فیصله کرده. والله بله اگه ما فیصله کرده. مثل این موضوع که شورای عالی صلح مشوره کرده به این کار، دیگه کدام گپی هم هسته که برای شما تهمت شده باشم؟ بسیار. مثلا مبا گفتن که اینا که به جرگه رفتن بینا دلار دادن، به اینا پول دادن، هر کس پول گرفته لعنت به او، هر کس دادن لعنت به او. و دیگه ما چی بگویم؟ خب مردم افغانستان است، انتخاب دارن. ولی به گپ خود دو جرگه گفتم. و یک چیز متوجه شدین آقای سعیدی که از یک موضوع راست کرده، موضوعاتی که همچون مشکلاتی را داشته باشه و دروغ باشه بیشتر میچاله و بیشتر به گوشا میرسه. سیاست در افغانستان به شکل پوپولیستی است. بله. روی این موضوعات صحبت میکنیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه که داریم، شما یک گیلاس چای گرفته، میگه گرمی را گرمی میبرداره، اما ترس آقای سعیدی نه. چای بنوشیم، ما زود برمیگردیم با بخند بروشیم. شما بیننده تلویزیون طلوع برنامه سراچه هستین. تشکر از همراهیتان تا این دم و برنامه ما هم ادامه داره و روی مسائل دیگه هم بحث میکنیم. امی بحث به غارت رفتن وسایل خانه در اوایل زندگیتان و تشکیل زندگیتان اینایتان و کجا رسید؟ بالاخره مدوز پیدا شد نشد؟ نه، ما بچه کلان من نو تولد شده بود. من در جرمنی به تحصیل رفته بودم. جرمنی. خب وقتی که خانه ما به می خیرخانه بود، به خانه یک کسی که بسیار دوستای ما به نام اقبال فیضی به خانه اوزو میشستیم. خانم وقتی که طفلش 40 روزه شد، می کابل رواج است که چلم میخوان به مخالفش چلگوریز. این به خانه مادر خرفته بود، یک همسایه ما از وطندارای ما بود، البته قرضدار و پریشان بود. باز ایر امی کالامر جمع کرده بود، همه فروخته بود. باز اطلاع داده بود که خانه زیر دوز زد. آدم شناختن بود. آه بخی شناخته بود، از ما وطن ما بود. باز ما دیگه خانم که وقت که سواش اطلاع دادن آمده بود به خانه که زیوراتی هم نیه، یک تلویزیون سیاسی فید داشتیم بودن، بردن قولین هم بردن. تنها ما یک پای پاک نگاه کرده بودن، یک اشتوبی یه فلته هم داشتیم. بله. همور هم نگاه کردن، دیگه همه رو برده بودن. خدا خیرشان به تو، نمو خرمانده بودن. من که از سفر بعد از تحصیل پس آمدم، ما چون خانه نداشتم، خانم خانه مادر بود. همین خانم و خانم بسیار دوست دارم. من که داخل شدم من خبر نبودم که تو کار شده. من گفتم شما چرا اینجا این خانه خود گپ میزنیم؟ هم که شستم چای نخورد، خانم به گریه شد. چرا؟ گفتم گریه میکنی؟ گفت که نه، همین خانه مرد دوست دیده، هیچ غیر از این پیپاک هیچ چیز نمونده. باز من امکانات داشتم، کرای سفری گرفتم، باز چای خوردم، پیشین رفتم، یک قلین هم خریدم، دو تا لحاف هم خریدم، دو تا توشک هم خریدم، باز خوب شد دیگه. همه پس آغاز کردین از سر دیگه؟ آغاز کردم، دو توشک پیدا کردم، حتی رو دوی هم پیدا کردم، بسیار کلان شد دیگه. از او کده نو شد همه چیز. هم خب بزرگترین حراستان در زندگی از چی هست؟ والا بزرگترین ترس من از زرداد فریادی است. یک قماندان زردادی بود، سابق به رای سروبی. او کسی است که من از حیوانم کده اوزو بیشتر میترسم، به خاطر از اینکه وقتی که او به قدرت بود، یک روز مرا همراه یک قندوزی به ما لیلامی فروش میوردیم از پاکستان، ما را برد به مقرقه. خودش نبود، یک دو تا قماندان داشت به نام قلم و چمن. ما هم لیلامی که خریده بودیم، کبار که میگن به پشتو، لیلامی موتر پر بلامش، ولی قیمتش کم است. گفت که 50,000 بیتین. ما گفتیم 50,000 قیمت لیلامی ما نیسته، 20,000. نگفت نه. خب بالاخره ما را کم لد کرد، موتر ما را استاد کرد، ما را گفت خب برین از کابل بیارین. باز ما آمدم به کابل،
به کابل آمدم، یک دوستی حسین نم داشت، باز به این عرض کردم 50,000 مرا داد. 50,000 که داد، 50,000 داد. موتر استاب شد دیگه. باز وقتی که موتر خوب بود، وقتی که میرفتم اونجا به سروبی، وقتی که میرفتم به سروبی، از طرف یک تانکری گاز تیل میرفت. به سیتش جای نبود، باز من با مو سر تانکر شستم، تیلم بود، کالام اینا خراب شد. تا اونجا که رفتم پولار با اونا دادیم. حسنا؟ سلام. سلام. نه دیدم ات از او خاطر زود در برنامه آمده، میمان آمده بود. بله. باز میمان داری. اوه سلام، خوب هستی؟ الو، کامیت نبینم کجا هست. خوب هستی، شدتان خوب هست. قواره تو خال خوشمار میمونه. خوب هستین؟ سیاد شما خوب هست؟ آقا دیگه خوشوش دیم آرس ما از دست نما بخی در جنجال هست. حالا هر روز که چی میکنه خانیش هم سابق میرفتم اما یک دانه گربگک داشت در یولی خود بازو همیشه تو خوش میشد. یک روز رفتم که دم بزرم منتی کرده، گفتم چرا دم بزرم منتی کرده؟ گفت تو که میامدی خوش میشد دم بگ میشد. به کشور دم بریدن بسیاره چون بزرم. سعی که از دیست خوشی باش. خوب هستین استاد؟ الحمدلله. بسیار خوش هستیم که امروز آمدیم. سپاسگزارم. استادم بود. در مکتب پانتون چه قمر چیزا درس داره. استاد چند سال میشه درس میده؟ ولی یک شش سال میشه. شش هفت سال. نه قبلا هم درس میدادم پیش از این آه مرا دست میداد من اینه دیگه این از خاطر شما این اولاد زیاد شد زیاد شد زیاد شد آقای سیدی صد من حتی نسته میدام عبتم هیچ حالا من اولاد میاری یا ستاب کرده حال دیگه یک 15 تا شده هنوزم پدر اولاده شله هست خوب هستی؟ بله بسر خوش شده جزای توی میتو زنی که به هم سن و سال شوهر نگیره میتو شوهر تو جوان تو پیره این مشکل است فرهنگ افغانستان از مرا داد گفتی پیسا داره پول داره من قبول نداشتم گفتی اینا مالم 15 تا اولاد هنوزم میگه نه 20 تا خوش در زن برابر شده ای دختر من این دختر من مقدر لایق نیست این هم در مکتب شامل کردیم یک روز من استاد شزی پرسیده که در باره داریه یک چیز جور کو داریه را کشیده در مسلسات گفت در باره از یک جمله جور دایره داریه اخمق یک ذره زبانم نمیگرده داریه ای است که میخونم واسه برورا بازور از مسلسات رسامی کرد گفت در باره داریه یک مثال جور کو بازی گفت داریه چیزی است که زنا میزنه گفت خب مثالش گفت بش بش بقو 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 بش بش بقو 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 این از یه چی رقم کنم حالا میگم دست بخونه اگر یک نصیحت کنم گردنده گردنده خوبی بیشتر معلوم میشه حالا خوب من خود چون پسته میت چیز نمیگم شنیده میرم مادر و اولاد های خود تشویق میکنن مگم خود چی کنیم دیگه حالا چی کنیم تشویق هم کنیم این دست هم میکنم شما خاله های زمان هم کل شما ریشدار شدن همین زمان هم آره ریش بیخیرش کشدی و دست این زمان هم دست از این بدبختی آقای سعیدی خب این شب خست دیگه نی؟ بله خب چی پخته کنین؟ من تمام میمان هایی که در سراچه هم یه بفرمایش من دیگ میخورم بمیر تو باشم یک گم بگم میگه آشک پخته کنم من تو پخته کنم میگه کسی خانه کسی میمان بود گفت اگه میمان امیر تو خواست خود هستی برنج کنیم قابلی کنیم آشک کنیم شوربا کنیم گفته های اگه دیگ داشته باشی این هر چارش رو بکنیم حالا با شما خب من برید من همین گفایی که میگوی که آشک کنم آشک من تو کنم من تو کنم قابلی چلاو ولی بیبی من باور ندارم آشک ولم کنه پلو ولم کنه قابلی پلو قابلی چلاو من میترسم که نون خوش کردم مثل حکومت بره از دستارخون ما نگیره هیچ باور ندارم به تو نیست من اعتماد داشته باشین آقای سیدی من از حکومت بره نمی کنم من خیال میکنم تو سیاست مداره ما بریم تو پوپولیست هستی یعنی ولای میان تایی میتی از چه خفکوی ما بریم من میبرم حالا هستی جای نرین شب آقای سیدی جای نرین شب دیگه خیر هستیم شب باور کنین دختر پش خب امشب باشین خب بنا بخور دختر نگاه کن آقای سیدی کرم چای تا مقبول از بود است بود خداوند شما را برسانه خب عزیزان یک وقفه کوتاه داریم باز هم ولی فراموشتان نشه که حتما برنامه را تا آخر دنبال بکنیم بعد از این سوالات جالب آغاز میشه که حتما با ما همراه بشید برنامه سراچه را بیننده هستین و ممنون از همراهیتان و آقای احمد سعیدی را هنوز هم در استودیو داریم بیشتر شما را به عنوان کارشناس مسائل سیاسی میشناسن به عنوان استاد دانشگاه میشناسن به عنوان دیپلمات میشناسن یا همه کاره
همه کار ایاش مان دیگه. خب بعضی مردم کارشناس سیاسی میگه، باز بعضی بحث پاکستان که باشه دیپلمات سابق در پاکستان میگن، رسانه هم هر کس یک نامی که چسب داشته برسته بالا امورا میگن. خب بریم سر سوالات کوتاه و از بین کسایی را که من نام میگیرم به هر کدامشان که نام میگیرم یک جمله هم بگوین و بگوین که کدامشان قابل قبول و معقول است براتان. سیاست یا تدریس؟ اول میخیال میکنم که سیاست مادر تمام علوم است، یعنی سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه از زندگی. خدای ناخواسته اگه در کدام حادثه دلخراش و بد قرار بگیره، خانمتان و یا مادرتان، کدامشان زودتر برش میرسین کمک میکنین؟ خب من مادر محال نیست، خب مادر نیست، وفات کرده، ولی من هر وقت که خانم کوچکترین مریض میشه من هم مریض میشم دیگه ایش تو تصور کن، یعنی اینقدر دوستش داره. بله بله، هم مادر شده هم پدر شده هم رفیق شده هم خواهر شده هم برادر، بالاخره تمام زندگی. من خیال میکنم زندگی که من دارم، هر چی که دارم زیادتر مدیون خانم هستم، فقط حتی با وجودی که شریک زندگیم است دستم بگرفت پا به پا ورد تا شیوه ای راه رفتن آموخت. بسیار خوب. آقای محقق یا جنرال دوستم؟ هیچ کدام. باز از سوال مدار میتونم، از این دو نفر کدامش به مردم خود خدمت کرده؟ هر دوش به خود خدمت کردن، به خود خود. اما جنرال دوستم یک کار کرده که در ترکیه زیادتر ترک توارا را زمینه تحصیل آماده کرده. آقای محقق کار کرده نتونسته، یک کمکی لیول ترازوی جنرال دوستم بلندتر است در تحصیل. البته در تحصیل کدام یک رسدای شد دوست دارین؟ آریانا سعید یا غزال نایت؟ آریانا سعید صدای هر تو خوب است، آریانا سعید بیشتر دوست دارم، به خصوص که چند روز پیش اینجا آمدم به طولو بود، بسیار دوید خود میگه عکس یادگاری گرفت و بسیار مرا یعنی نوازش کرد. آریانا سعید خواندنهاشان هم شنیده؟ خواندنهاشان هم شنیده؟ بله بله بله. خلاص دیگه، خانه خبر داره؟ خانم دوست داره. خلاص دیگه. خب اینی سوالاتی را که من میپرسم کوتاه جواب داره. بس یک کاری که پایبند هستین و هیچ وقت یادتان نمیره کدام هست؟ سه چیز، سه کار. راست گفتن، جرأت داشتن، با زورگو مقابله کردن، اینی عادت هست. اوج قهرتان چی عکس العمل داره؟ به خدا قهر دارم، اما وقتی که میبینم که می کاندیدای ریاست جمهوری به اعتراف میرن که او مردم، مثال میگم، رئیس جمهور میگه که او مردم من به یک سال به شما 27,000 مکتب میسازم، تا دو سال تمام اولسویلیا رو برق میتم، بکه میشتم اعصاب من خراب میشه که این مردم افغانستان اینا کودن فکر میکنن، ما در کابل برق نداریم، تو به پاکستان برق صادر میکنی، این از این کارا بسیار اعصاب من خراب میشه. چی میگم؟ میگم شما خراس میگین خانه دروغوی خراب. منبع عایدتان چیست؟ از کجا؟ به خدا یک خو معلم هستم، درس میتونم، یکی دیگه یک دفتری دارم، یکان چیز می‌نویسم، دوستای دارم ترجمه میکنم، به مطبوعات اینا میتیم، از اون طور نسبی حق زمه میگیرم، هم خورما هم ثواب، یعنی خوب هستم، تو خیلی گشنه نیستم، نان دارم، خانه دارم، موتر دارم، گپی به چوکاتم درست است. اینا ما پیشتر سه گزینه را گفتم، یک تاش یادم رفت، بین نویسندگی هم آمد، درست؟ چهار تا شد. البته نویسندگی یک 4-5 کتاب به چاپ شده، خوب دیدین اون اثرتان. بله. از سیاست کدام سیاستمدار بیشتر بدتان میاد؟ چون من میفهمم که از آغاز برنامه تا حال یاد کردین که سیاست هیچ کدام شانه دوست ندارین، سیاست مدارای پوپولیست، عوام فریب، دروغگو، دروغ بسیار بد میاد، بخی میگم نفرت دارم، اما سیاست مداری که استوار پایدار اون چی که میگویه با او استادگی کنه بسیار خوشم میاد. من از بعض سیاست مدارای بیرونی از همین ولادیمیر پوتین بسیار خوشم میاد که به خاطر یک شوروی که از هم پاشیده بود او رو استاد کرده،
من سیاست از سیاست رئیس چی صدر اعظم کانادا بسیار خوشم میآید. از سیاست مداره از خانم مرکل در جرمنی بسیار خوشم میآید و از سیاست مدارایی که بر میآید از امی دونالد ترامپ که او را به ترامپت میگن از امی بعد میآید که آدمی بخی یک هوایی اسی چیزی نمیفهمه از سیاست مداره افغانستان از برام خیلی بده میآید. اگر احمد سعیدی نمی بود جهانی اگر فکر کنیم میخواست کدام یک از شخصیت های دنیا باشه؟ من میخواستم کسی باشم که ملت خود از بحران نجات داده باشم. مثلا از امی اشخاص افراد شناخته کی؟ از افغانستان هیچ کس. افغانستان نگفتم جهان شمول. من پیشتر نام پوتین گرفتم، خانم مرکل گرفتم، او کسایی هم که مرده. مثلا کاش که من به قلمش نمیرسم، کاش که من گاندی میبودم، کاش که من نیلسون ماندلا میبودم، کاش که من بندرانایکه میبودم، کاش که من میرمن اندرا گاندی میبودم و دیگه و دیگه. اما بسیار افتخار میکردم که زن و مرد افغانستان، خرد و کلان افغانستان سعادت داشته باشن، خوشبختی باشن، تعلیم باشه، تربیت باشه، دانش باشه. او وقت هم من اگر یعنی از شما که نسل جوان هستیم، اگر من مردم به گور تقاضا دارم که یک روز بیاین به سر قبر من بگوین که خوشحال باش که کشور تو آرام شده. مردم تو آرام طولانی داشته باشم. یعنی نمیخواستین یکی از شخصیت های معروف امروزی باشین؟ در بین از اینا کسی نیست؟ یار شما نام بگیرین، همینا خود نسه کنین. نه شما نام گرفتین، همین رهبرای افغانستان. ما شما من هستی ژورنالیست آگاه پرسان. من افغانستان نگفتم، جهان شمول گفتم. من میگم رهبرای افغانستان بچهای ما رو به جنگ رای میکنن، کشته میشن. کدام بچه از اینا افغانستانه؟ کدام دختر از اینا افغانستانه؟ اینا ما خیال میکنن ما نمیفهمیم. اگر واقعا به شمول رئیس جمهور، به شمول اجرایی و کی و کی، اگر واقعا اینا وطن دوست هستن، واقعا وجدان پاک دارن، اولادا خورخ بیارن به افغانستان تا خونی که اولادای ما دیده اونام ببینن. بله راست میگن. در آخرین سوال، شخصیت خودتان را چگونه تعریف میکنین؟ من میخوام این تعریف به مردم افغانستان بگذارم. ولی خود آدم خود بیشتر میشناسم. والا من خیال میکنم که رسالتی که به من نزد خدا و نزد ملت و مردم داشتم، او را تا هنوز ادا نکردم. هنوز در نیمه سفر هستم. بنابراین من نمیتونم که خود شخص موفق و کامگار بگویم. نمیتونم. خیلی کمی و کاستی های دارم. اگر زندگی باقی بود، امیدوار هستم که گام هایی بردارم. ولی تعریف مثبت و منفی داره؟ من خیال میکنم منفی هایم زیادتر است نسبت به مثبت. منفی هایم به خاطر زیادتر است که گاهی در صحبت ها خود احساساتی میشم. گاهی در یک آن موضوع زود تصمیم میگیرم. البته با یک فرق، کسی که رتبه و مقام و منزلت و سرمایش از من پایین تر باشه، مقابل اوضوع قار نمیشم. اما کسانی که مقامات بلندتر داشته باشه، من باز با اونا نمیتونم که سر فرود بیارم. همونطور طبیعی تربیه شدم. بسیار خوب، ممنون از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردین آقای سعیدی. بسیار خوش گذشت و بیشتر شما را شناختیم. بیننده همچنان که به سایتان دنبال کرده بودن، بیشتر شما را من ایسه یک آگاه سیاسی مشناختن، بیشتر درباره زندگیتان هم معلومات پیدا کردن، شما را شخصیت صمیمی پیدا کردیم. تشکر. مجددا از شما سپاسگزارم و کسانی هم که ما را تحمل کردن سپاسگزار هستم. من باور دارم که هر صحبتی هم تعریفی داره هم انتقادی داره. تا انتقاد را نپذیریم نمیتونیم برای راست و صراط مستقیم رو باشیم. سپاسگزارم یک بار دیگه. ممنونتان، تشکر. و از شما بیننده عزیزم تشکر که بحث ما را تا با مهمان تا حال دنبال کردین. ولی به موسیقی که نمیشد، اگر در آخر برنامه همیشه موسیقی می داشته باشیم کال هم داریم. پس تا لحظات برمیگردیم با آهنگی که نمیدانم که امشب مهمان ما کی خواهد بود. پس همراه ما باشین. موسیقی برنامه سراچه هست و خوشبختانه که بازم یکی از ستاره های افغان در استودیو با خود داریم که امی لحظه قرار است یک آهنگ با ما و کسایی که در استودیو هستن و بیننده اجرا بکنه. نمجار باختری خوش آمدی، خوب هستی؟ سلامت، زنده باشین. سلام خدا خدمت تمام کسایی که امین اکنین ما را از طریق تلویزیون طلوع میبینن، از طریق برنامه زیبای سراچه، و یک سلام خاص برای مهمانای عزیز. خوش آمدین. خدا کنه که خوشتان به یک اجرای کوتاهی که دارم مورد پسندتان قرار بگیره. یا آهنگ تازه است یا دوباره خوانی کردین؟ کدام آهنگ چطور؟ دوست دارم که کارهای جدید داشته باشم. دیگه بعد زودترین فرصت کلپشون بخیر براتون.
جالب است ما در ستاره افغان بیشتر از شما غزل شنیده بودیم و حالا کدام آهنگ به سبک دیگه میخواین بخونی؟ دوست دارم عاشقانه بخونم، علی بخونم، غزل بخونم. غزل خو تا موعد توان که داشتم خود به مردم خود ثابت کردم. بله. چون مردم هر رقم از ما توقع داره باید بر سب بخونیم. بسیار خوب، پس با هم یک جا آهنگ میشنویم. تاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخمی بیشمار تو هم پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار تو هم پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار تو هم پیش کس نگو. بی‌تاب و بی‌قرار تو هم پیش کس نگو، من زخمی بی‌شمار تو هم پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار تو هم پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار تو هم پیش کس نگو. تشکر. آهنگ بسیار مقبول. مطلی از آهنگ با چی آدم انتخاب بکنه؟ شما چی میگینش؟ پیش کس نگو؟ بیقرار، بیتاب. خب یکش باید باشه دیگه. ببینم نظر دوستا رو، ببینم که کدامش انتخاب میکنه و زمرا. بسیار خوب. یه آهنگ کی ساخته براتون؟ ای آهنگ جا داره تشکری کنم از برادرم شهیم جان باختری که همیشه همراه من کار است. کمپوزش اونا برام ساخته. شعرش دیگه شاعرش کوشش میکنم پیدا کنم که. ولی بسیار شعر مقبول است. بسیار شعر مقبول. چی باعث شد بخونی یا آهنگ؟ زیادتر مردم ما شعرهای میانه را دوست داره و شعر عامیانه که در قالب یک کمپوزیشن بسیار مقبول به باز خیلی چی میگنم و کمپوز مزه‌دار میشه به او خاطر. یعنی از درد دلشان خواندی دیگه؟ بله. کدام گپ دیگه نیست دل ما جمع باشه؟
درد دل خودت خنابو. خب به هر حال تشکر از خودت و تشکر از بچه‌ای که امرایت نواختن و از شمایی که تا حال برنامه را تعقیب کردین. یک جهان تشکر از کسایی که در استودیو حاضر بودن. یک دنیا از شما هم ممنون. وقتتان بخیر. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما دوستان می باشیم. شما را به الله یک دامانت می کنیم. خدا نگهدار.